بر شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا یک بار دیگه من علی اصغر رمزانپور با کمال افتخار با شما هستم تا در برنامه ای که داریم صحبت بکنیم درباره تحولات عمده در ایران و در سطح بین المللی که بر زندگی ما در ایران تأثیر میذاره و فکر میکنم که این برنامه شاید آخرین برنامه باشه که در سال 1396 من در خدمت شما هستم چند روزی به پایان سال 1396 مونده که سالی پر از سختی و دردسر و دشواری در زمینه های مختلف برای ایران بود البته شادی های زندگی رو نمیشه نادیده گرفت و دست کم گرفت همیشه هست ولی سالی پرتلاتم و نه چندان امید بخش برای مردم ایران بود عمدتا این نارضایتی و ناخشنودی رو میشد در زمان اعتراض های اوائل دیماه در سال گذشته دید و تقریبا سال 1396 با گفتگو در مورد دورنمایی مبهم و ناروشن پس از اعتراض ها به پایان داره میرسه و در چین شرایطی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگه که من به مردم توضیح میدم که مشکلات حل شده نیست من سعی میکنم در مورد این صحبت او و در مقابل او دیدگاهی که در هفته گذشته مسعود نیلی یکی از موثرترین مشاوران جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در طول های اخیر موضعی که مطرح کرده صحبت بکنم و سپاسگزارم که شما هم بیننده این برنامه خواهیم بود. آقای خامنه ای در دیداری که هفته گذشته داشت با اعضای خبرگان رهبری گفت که به نظر من مشکلات کشور حل شده نیست گفت که من از مشکلات معیشتی مردم با خبر هستم ولی این مشکلات حل شده نیست این صحبت رو در همون روزی آقای خامنه ای مطرح کرد که اجلاس خبرگان رهبری بود و یک بار دیگه احمد جنتی مردی که چند روز قبلش اعلام استعفای او از نماز جمعه تهران با موجی از شوخی و متلک و استهزا در فضای مجازی ایران و در بین مردم همراه بود دوباره به ریاست این خبرگان انتخاب شد و آقای خامنه ای در حالی که دورنمای اداری خبرگان کشور به عنوان عالی ترین نماد دستگاه رهبری کننده در ایران به آقای جنتی است این وعده رو داد و وقتی در همون روز آقای جنتی در جریان انتخاب شدن خودش به ریاست خبرگان صحبت کرد بیشتر صحبت های او در واقع علیه اعتراض های مردم بود علیه اعتراض به حجاب اجباری صحبت کرد دولت روحانی رو متهم کرد که به اندازه کافی انقلابی عمل نمیکنه و با ضد انقلاب همراهی میکنه و منظورش از ضد انقلاب هم کسانی بود که هم به احکام قوه قضایی در مورد اعدام ها در مورد زندان در مورد برخورد با اعتراض ها و از جمله در مورد حجاب اجباری اعتراض داشتند و در چنین فضایی آقای ای گفت که مشکلات حل شده نیست. البته من فکر میکنم که این صحبتهای آقای خامنهای چون بلافاصله بعد از صحبتهای مسعود نیلی مشاور و دستیار اقتصادی آقای روحانی مطرح شد به نوعی پاسخ است به حرفهای آقای نیلی میدونیم که سابقه اختلاف بین آقای نیلی به عنوان یکی از مشاوران و عمده اقتصادی ایران از همون در واقع سالهای آخر دولت میرسین موسوی اون عنوان یک مشاور حضور داشت در دوران مختلف در دوران آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی هم گاهی به عنوان مشاور گاهی به عنوان معاون همراه بود و گاهی هم عنوان رئیس سازمان برنامه بنابراین به عنوان یک چهره مطلع شناخته میشه که به خوبی از آمار و ارقام و تحولات اقتصادی ایران مطلع بنابراین وقتی آقای نیلی حرفی میزنه و به ارزیابی میرسه به طور وسیع در درون صاحب نظران اقتصادی ایران جدی گرفته میشه و به همین خاطر من فکر میکنم این سخنان آقای خامنه ای که مشکلات حل شده نیست در واقع پاسخیه به آقای مسعود نیلی که گزارشی که از شرایط اقتصادی ایران نشون میده به دست میده نشون میده که مشکلات حل شدنی نیست آقای نیلی هشدار داده میگه که زمینه برای میگه که بدون انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران مشکلاتی که ما الان باش رو رو هستیم مسئله بیکاری مسئله نبودن فضای تولید و کسب و کار مسئله نبودن زمینه برای سرمایه گذاری مسئله نبودن مدیریت متمرکز و مواردی نظیر این غیر قابل حله و این اصلاحات بنیادی هم در ایران امکان ناپذیر به این خاطر که توافق سیاسی بر سر حل انجام این اصلاحات بنیادی وجود نداره البته تعبیری که آقای نیلی به کار میبره میگه که بیاعتمادی بین کسانی که باید تصمیم گیری بکنن که منظورش جناهای عمده در کشور هست میگه که این جناها به جای اینکه بتونن الان یک تصمیم سیاسی بگیرن که برای حل مشکل بتونن به یک توافق مبنایی برسن درگیر مقابله با همدیگه هستند و این مقابله اینها با همدیگه و نبودن اعتماد عمومی به این تصمیم گیران یعنی در سطح مردم هم اعتمادی عملا به این تصمیم ها وجود نداره برای اینکه مثلا اگر یک تصمیم اجتماعی یا اجرایی یا اقتصادی گرفته بشه کسی بتونه کاری انجام ب... کسی در واقع اعتماد بکنه به اون تصمیم با توجه به این شرایط آقای نیلی میگه که عملا اصلاحاتی برای حل مشکلات در ایران امکان پذیر نیست و این اظهار نظر اقتصادی تایید میکنه نگاهی رو که در طول یک ماه گذشته در میان بسیاری از چهرهای نزدیک به اصلاح طلبان در ایران صورت گرفته که تقریبا گفتن که اصلاحات سیاسی در ایران با شرایط سیاسی با شرایط فعلی امکان ناپذیر اشاره اونها به خشکی و تسلب و انجمادی هست که در بالاترین لایه سیاسی ایران یعنی لایه رهبری کشور و نهادهای وابسته به اون وجود داره و مقاومتی که میکنن در مورد هر تغییر خب ما قبلا در طول یک ماه گذشته اون ارزیابی های سیاسی رو داشتیم الان اون چیزی که آقای نیلی به عنوان نزدیکترین مشاور آقای روحانی داره به دست میده داره میگه که عملا امکان چنین اصلاحاتی در سطح اقتصادی هم وجود نداره و آقای نیلی هشدار داده در مورد اعتراض های اول به دو هفته اول دیما گفته که ما هر آن باید منتظر باشیم که این اعتراضات دوباره گسترش پیدا بکنه و حتی ابراز تردید کرده که این بار هم بشه به اسم اینکه این به خاطر مداخله خارجی هست بشه این اعتراض ها رو کنترل کرد بنابراین هشداری که آقای نیلی میده نه فقط یک هشدار اقتصادی بلکه یک هشدار سیاسی هست مواردی که آقای نیلی به طور خاص اشاره میکنه میگه که وضعیت امروز کشور مانند مریضیه که در بستر بیماری قرار داده و بستگان و پزشکانی که باید اون رو درمان بکنن در حال دعوا و درگیری با همدیگه هستن و مریض رها شده است یعنی توصیفی که به کار میبره اینه که وضعیت کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی مانند یک بیماریه که به حال خودش رها شده و میگه که از یک طرف مسئولین دارن این سیاست رو پیش میبرن برای اینکه تا حدی بتونن مردم رو ناراضی بکنن به سمت دادن اقدامات رفاهی فوری مثل افزایش یارانه ها و یا وام ها و مانند اون برن از طرف دیگه اقتصاد کشور توانایی این کار رو نداره و این تخریب میکنه بنیادهای اقتصادی رو و میگه که این راه حل حکومت که نارضایتی سیاسی، نارضایتی اجتماعی و نارضایتی اقتصادی و فرهنگی رو از طریق دادن بعضی از امتیازهای رفاهی حل بکنه دیگه عملا نه اینکه نادرسته بلکه عملا امکان پذیر نیست و این اون نقطه خوشداردهندی که آقای نیلی بهش اشاره میکنه آقای نیلی میگه اگرچه آمارها نشون میده که وضعیت ایران نسبت به سال 92 بدتر خیلی بدتر نشده حالا البته با در نظر بگیریم سال 92 سال بر سر کار اومدن آقای روحانی و آقای نیلی دستیار آقای روحانیه و این که میگه نسبت به سال 92 بدتر نشده خب ما اینو میذاریم به حساب این که به هر حال به عنوان دستیار آقای روحانی باید بگه که خب از وقتی که روحانی اومده وضع اقتصادی بدتر نشده ولی نکته دیگری میگه که نشون میده که نه خیلی هم به این راحتی نمیشه گفت که بدتر نشده آقای نیلی میگه که نسبت به سال 92 آمارها وضعیت بدتری رو نشون نمیدن ولی میزان نارضایتی در دو گروه افزایش پیدا کرده یک, یک گروه اقشار کم درآمد هستند اونا نارضایتی بیشتری دارن برای اینکه امیدوار بودن که وضعیتشون بهتر بشه و وضعیتشون بهتر نشده بنابراین در مقایسه با سال 92 یعنی سال اومدن آقای روحانی بر اساس ارزیابی مهمترین مشاوره آقای روحانی میزان نارضایتی در اقشار کم درآمد بیشتر شده و بعد اشاره میکنه به طبقه متوسط آقای نیلی میگه که طبقه متوسط ایران در فاصله سال 72 تا 82 تقریبا سطح رفاه زندگیشون یعنی در سالهای آخر دولت هاشمی رفسنجانی و در دوره خاتمی تقریبا وضعیت رفاهیشون دو برابر بهتر شد بنابراین نوعی امید به بهتر شدن در واقع آینده در طبقه متوسط ایجاد کرد همون چیزی که ما از نظر سیاسی نتیجهش رو در امید در واقع گروه های از طبقه متوسط برای بهتر شدن اوضاع در ایران میبینیم مشارکت در انتخابات اینها نتیجه بود بعد ولی آقای نوری می، آقای نیلی میگه که همین گروه طبقه متوسط هم در سالهای اخیر انگیزه ها و امید خودشون از دست دادند و میزان زندگیشون کاهش پیدا کرده یعنی نه فقط وضعیت زندگی اقشار کم درآمد سختتر شده بلکه بر فشارها بر طبقه متوسط هم افزوده شده و میگه این دوتا در کنار هم دیگه یعنی افزایش نارضایتی طبقه متوسط و افزایش نارضایتی در طبقه کم درآمد شرایط رو برای اعتراض سیاسی گسترده تر و مهیا میکنه که میگه که نمیشه بدون دادن پاسخ سیاسی به این خواسته ها رفت به سمت راحل اقتصادی به این ترتیب در حالی ما داریم سال 96 رو به پایان میبریم که امید به پیشبرد اصلاحات تدریجی در درون و حکومت تقریبا به پایین ترین میزان خودش میتونیم بگیم از سال 88 از زمان اعتراضات سال 88 تا الان به پاییترین میزان خودش رسیده این در حالیه که مرکز آمار ایران آخر هفته گذشته اعلام کرد که جمعیت ایران از مرز 81 میلیون نفر گذشته معنای 81 میلیون نفر جمعیت یعنی تقریبا جمعیتی دو برابر و نیم جمعیت زمانی که در ایران انقلاب شد و از این میزان چیزی در حدود ده درصد این جمعیت جمعیت سالمندی هستند که میتونیم بگیم در سالهای قبل از انقلاب در ایران زندگی میکردند حالا چه پنج سال چهار سال پنج سال چه ده سال ولی به هر حال در یک دوره در ایران زندگی میکردند و بخش عمده جمعیت یعنی میانه جمعیت و جمعیت جوان کشور جمعیتی هستند که تقریبا هیچ درکی از شرایط قبل از انقلاب در ایران ندارند یک نسل های تازه هستند که با در ده های اخیر بنابر گزارش هایی که مثل گزارش آقای نیلی کردیم با افزایش نارضایتی رو هستند بنابراین میتونیم بگیم 81 میلیون نفر جمعیت ایران در یک شرایط ملتهب دارن سال 96 رو به پایان میبرن این التهاب رو میشه در حدی بالا دید که مثلا آقای کریم قدوسی جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس نماینده تندرو مجلس خبر داده از یک مشاجره بین سردار باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح و از یک طرف و حسن روحانی از طرف دیگه گفته میشه بر اساس اون چیزی که آقای کریمی قدوسی در سایت خودش در فیسبوک خودش منتشر کرده یک نامه آقای باقری نوشته با آقای روحانی و در مورد دیر شدن پرداخت حقوق نیرای مسلح گلایه کرده و آقای روحانی در پاسخ گفته که من نمیتونم به دو تا ارتش همزمان حقوق بدم و گلایه کرده از اینکه بودجه ای که, که داده میشه به نیروهای مسلح صرف فعالیت های فرهنگی مخرب در درون علیه دولت میشه یعنی اینجوری که شما میبینید میزان تنش بر به دلیل بحران های اقتصادی که در ایران هست در این حد بالا هست که حتی مسئله دادن حقوق به نیروهای نظام نیروهای مسلح چه سپاه چرتش در شرایط دشواری قرار داره باز هم همزمان در هفته گذشته اخباری منتشر شده بود که حتی شهرداری برای دادن حقوق پرسنل خودش مرتب متوسل میشه به گرفتن وام از بانک ها برای پرداخت حقوق خودش که خب طبیعی هست که در سطح آقای روحانی و آقای باقری منجر به اون مجادله بشه و در سطح شهرداری هم منجر به استعفای شهردار تهران بشه که حالا اگر فرصت شد دیرتر من دنبارش صحبت میکنم نمونه دیگری از همین این فضای تنش رو ما در صدور حکم برای آقای بقایی یار نزدیک آقای احمد نجاد میبینیم که 15 سال حکم بهش دادن و از روز شنبه گذشته گفته میشه که به زندان رفته این اولین اقدام سریح قوه قضاییه علیه آقای احمدی نژاد و یاران اون هست معلومه که یاران آقای احمدی نژاد هم این نگرانی رو احساس کردند به همین دلیل آقای اسفندیار رحیم مشایی به مقابل سفارت بریتانیا در تهران رفت احکام آقای بقایی را آتش زد و گفت که این اینا به دستور ملکه به دستور دولت انگلستان داره انجام میشه و مرتبط هست به سفر بوریس جانسون وزیر امور خارجه ایران به تهران که اونا از اونها خواستند که این اقدام انجام بدن خب میدونیم که این اظهار نظرهای آقای مشایی هیچ پایی سیاسی یا استناد بر پای اطلاعاتی که وجود داره نداره ولی اینکه آقای رحیم مشایی میاد و قوه قضایی ایران رو به عنوان و قوهی که مستقیما زیر نظر آقای خامنه ای هست متهم میکنه به فرمان گرفتن از انگلستان نشون میده که به طور غیر مستقیم مسئله اعتراض به آقای خامنه ای رو داره به یک سطح تازه میرسونه آقای احمدی نژاد هم بعد از اون حکم اطلاعیه داد و گفت که اداره کنندگان قوه قضاییه متهمان درجه اول فساد هستند و خب در وقتی که یک عضو مجمع تشخیص مسلحت در ایران رهبران قوه قضاییه رو به عنوان متهمان اول فساد ساختاری در ایران معرفی میکنه طبیعی هست اون صحبت آقای نیلی که میگه اعتماد اجتماعی برای انجام اصلاحات در ایران عملا وجود نداره البته اشاره کردن به مجموعه تشخیص مسلحت خبر دیگری که هفته گذشته داشتیم این بود که گفته میشه که سران سقوه یعنی رئیس مجلس رئیس جمهوری و رئیس قوه قضایی در اعتراض به حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مسلحت حاضر نمیشند این خبر رو اول در یک سرمقاله روزنامه جوان روزنامه سپاه پاسداران مطرح شد اما بعدا آقای انصاری که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هست تلویحا اون رو تایید کرد یعنی گفت که اینکه عدم حضور اینها در اعتراض به بودن احمدی نژاد هست رو نمیتونه تایید بکنه ولی خب این به معنای این هست که تلویحا اونها حاضر نمیشن و این نشون میده که در بالاترین سطوح این تنش و اختلاف که آقای نیلی بهش اشاره کرد تا چه حد دیده میشه و مسئله بعدی که باش روبرو بودیم مسئله استیزاه سه وزیر کابینه آقای روحانی بود وزیر کار، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر کشاورزی آقای ربی آقای آخوندی و آقای حجتی به مجلس رفتن هر سه رأی آوردن البته میزان رأی آوردن آقای آخوندی بیشتر بود چیزی نزدیک به 150 تا رأی آورد ولی وزیر کار و وزیر کشاورزی با شرایط لرزانی رأی آوردن درسته که در کل رأی آوردن هر سه وزیر یک موفقیت محسوب میشه برای دولت آقای روحانی که در این شرایط تنش در کابینه در مجلس تونسته به حال حمایت نمایندگان رو حفظ بکنه ولی دفاع ضعیف به خصوص تو وزیر کار و وزیر کشاورزی نشون داد که تا چه حد میزان هایی که در میان کارگران و کشاورزان در هفته‌های اخیر بوده تاثیر گذاشته که حتی مجلسی که مجلس حامی آقای روحانی هم بود نمیتونه که با حمایت از وزر... به طور قاطع از وزرای اون حمایت بکنه و نشون میده که میزان اعتراض ها مثلا در مورد آب و کشاورزی که در اصفهان هفته گذشته به تظاهرات گسترده ای منجر شد و یا اعتراض کارگران تقریبا همه بدنه های اجرای دولت های روحانی رو تحت فشار شدید قرار داده ام در مورد شهرداری هم میشه مستقیما گفت که این ناتوانی دولت روحانی هست که بتونه و در واقع شهرداری رو اونجا بیاره که بتونه از این فرصت استفاده بکنه برای کمک به حل بعضی از مشکلات تهران گذاشتن شهرداری که از نظر جسمی در شرایط مناسبی نیست در این سرایت دشوار خب از ابتدا معلوم بود که اقدامات اقدام خیلی موثری نمیتونه باشه ولی به هر حال الان اون چیزی که باش رو هستیم یک جنگ تازه در شورای شهر و در شهرداری تهران هست بر سر اداره شهری که مهمترین پاره اقتصادی ایران تلقی میشه و نگرانی از اینکه بشه این شهر رو به شکل علمی و درست اداره کرد فقط نگرانی تهرانی ها نیست و نگرانی بخش کل جامعه ایران هست که بخش عمده از حیات اقتصادی و سیاسی و فرهنگیش رو مدیون تهران هست یک بار دیگه پیش از فرارسیدن سال نو به شما تبریک میگم سال نو رو و امیدواریم سال بسیار خوبی پیش رو داشته باشید بهتر از سال گذشته و تا برنامه آینده برای شما اوقاتی خوش همراه با پیروزی آرزو